الذين حالا یؤمنون بالغیب هدف داره. حالا اون متقین کیان؟ حالا اونایی که ایمان میارن به غیبی که این میگه، زیرا که این خودشو چسبیده به اون کرده دیگه. غیب آفریننده رو میگه که اسمش الله گذاشتن، چه جنایتکاری ازش درست کردن در این کتاب. یؤمنون بالغیب یعنی ایمان دارند، ایمان آورندگان هستند به غیب، یعنی به همون بالغیب، یعنی همون که غیبی دیده نمیشه. و یقیمون الصلات. حالا چرا یقیمون الصلات؟ زیرا صلات رو قانون این کشتارگره دولارس رو، و برای اینکه گردن این افراد رو خم بکنه در برابر خودش، خود محمد تازی و سلمان اربابش که داره اینها رو به اون میآموزه. الله چه نیازی داره به این که من برای او هی دولا بشم، راست بشم؟ به راستی مسخره نیست که من فکر کنم اهورامزدایی که همه این آفرینش رو ساخته، من هی برم روزی 17 دفعه جلوش دولا راست بشم، بعد هم واجب کنه که مثلا به طور مشا هم من اگه خواستم 100,000 بار هم دولا راست بشم، اینم خب دیگه خیلی خوبه، خوشش میاد اون. این چرندیات چیه؟ اون اینقدر بزرگه که اصلا ارزشی نداره. خود محمد و غیر محمد و اینا بنزه کرم توی باغچه برای اون ارزش نداشتن، اون آفریننده راستین. اما این آمده اون رو مسخره کرده، آفریننده رو مسخره کرده، و این سخنان بی محتوا رو با نمیدونم منصلات نماز بخونن، یعنی دولا راست بشن. برای کی؟ هر جا که اومده میگه الله و رسوله، یعنی برای الله و رسولش دیگه، یعنی جلوی این آقا دولا بشن دیگه. الله که نیستش بیچاره. و من ما رزقناهم ينفقون، این انفاق رو هم فقط برای خودش گذاشته، نه قانون اجتماعی، نه هیچی. حالا اگه دلش خواست یه چیزی هم بده به اون گداهه، این اقتصاد نیست. اقتصاد رو شما در آیین ریشه‌ای، قانون اساسی نوین انجمن پادشاهی پیدا میکنید. دونه دونه حساب کرده، دونه دونه بچه‌ای که به دنیا میاد حقش چیه، اگر پدرش بد بود حقش چیه، اگر مادرش بد بود حقش چی بود، اگر هر دو بد بودن حقشون چیه. اون اقتصاده، اون طراحی یک اقتصاد، یک رسیدگی به زندگی آدمیته. اگر قرار باشه کتابی آسمانی باشه، من فکر میکنم همون آیین ریشه‌ای باشه، نه این یاوه ها. به هر روی بعد میگه والذین یؤمنون بما انزل الیک، حالا اونایی که به اصطلاح پرهیزکار هستن، کسایی هستن که به اون چیزی که به تو نازل میشه. اولا چرا باید نازل بشه؟ میخواد بگه که اللهش توی آسمونا یه جایی که بعدها میرسیم بهش میبینیم تخت گذاشته، بارگاه گذاشته، یه عده ملائکه دورش میرخصن. دقیقا حالت اینه. و اونجا مثل شیر گویا نشسته، آی این پیغام رو بون بدین، آی اینو بگیرید بنزین تو آتیش، آی اینو بگیرید توی شکمش سرب بکنید، آی اینو فلان، آی اینو کله شیطونی براش درست کنید. یک هیولایی از این الله درست کرده که ما در آینده میبینیم. بله، والذین یؤمنون بما انزل الیک و انزل من قبلک، و به تو ایمان میارن به این چیزایی که به تو نازل شده و اون چیزایی که پیش از تو، منظورش که البته موسی و عیسی و دیگر پیامبرانه. خب اما میبینیم که این حرفی رم که اینجا داره میزنه، یه مقدار که جلو میریم زیر پاش میذاره. یؤمنون بما انزل من قبل کنیست، کسی رو میگه و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن نقبل منو، کسی که غیر اسلام دینی رو بخواد آقا جون ما ازش قبول نمی کنیم. پس انزل و ما انزل من قبل که، یعنی اون چیزی که پیش از اون چیز شده باید ایمان بیاریم، پیش از اون نازل شده، یعنی یهود، کتاب یهود و نصارا رو. خب این که اونجا میبینیم میگه که آقا من قبول ندارم هیچ کدوم اینا رو. بله، و بالآخرت هم یوقنون، و به روز قیامت اون به اصطلاح مترسگاهشون میگه یقین دارن. آقا این تلفن رو پاسخ بدید. ما هی گفتیم در هنگام تازینامه زنگ نزنن، دوستان اصلا مثل این که با ما نیستن. بله، بعد میاد سراغ این که حالا میگه اونها هستن، فقط گروه تعیین کنه، اونها هستن، اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون، اونها هستن که به هدایت به سوی ربشون شدن، علی بر خدا، بر هدایت هستن، من ربهم یعنی رب اینها رو هدایت میکنه. منی رو که سرکش باشم قدرت هدایت منو نداره،
شما که باورش نکنید قدرتشو نداره. اونایی که اتوماتیک با ایشون هستن اینها رو ایشون هدایت میکنه و اولائک هم المفلحون، اونها رستگار میشن. کسانی که فقط حرف ایشون رو بپذیرن، یه تک فریم درست کرده، یه راه تکی گذاشته برای آدمیت، این آش کشک خالته، میخوری پاته نمیخوری پاته، فقط و فقط همین و بس. بعد میگه حالا همین هایی رو که میگه نمیتونه خودش بهشون برسه و نمیتونه خودش کمکشون بکنه، میگه الذین کفروا هستن، دگراندیشان هستن، ناباوران هستن، کسانی هستن که این آقا رو قبول ندارن دیگه. میگه الذین کفروا، حالا خودش مشر خودشو باز میکنه، این آقایان دگراندیشان، این هایی که باور نمیکنن ما رو، این هایی که غیر متقین هستن، سواء علیهم، سواء یعنی مساویست براشون، علیهم یعنی براشون، ا انذرتهم ام لم تنذرهم، براشون یکسانه، اگر بیمشون بدی بترسونشون یا اینکه نترسونشون یکسانه. هم لا یؤمنون، اونا ایمان نمیارن. یعنی آقا اینجا ضعف کاملشو نشون میده که میگه تو اگر بیمشم بدی، تو اگر بری یقشم بگیری، این آقا ایمان نمیاره. خب آقا زور تو الله جون کجا رفت؟ تو کجای پس؟ که این هرچی بعد حالا مشت خودشو باز میکنه. چرا حالا ایمان نمیارن؟ معلوم میشه که خودش مقصر بزرگه. میگه ختم الله علی قلوبهم. تا اینجا که ما خوندیم میبینیم که خود الله هم نیست، یکی دیگه است. وقتی میگه ختم الله علی قلوبهم، اگر میگفت ختمنا علی قلوبهم یعنی مهر زدیم بر قلبشون، چی؟ میگه ختم الله، اون الله توی قلب اینها مهر زده، یعنی پس کلام الله هم نیست. اگر الله بود باید میگفت ختمنا علی قلوبهم، اما میگه ختم الله یعنی اون الله تو قلب اینها مهر زده. و علی سمعهم، و روی گوشهاشون، و علی ابصارهم غشاوه، و روی چشماشون پرده کشیده، و لهم عذاب علیم. یعنی اینها که چه اندرزشون بدی، چه بیمشون بدی، چه ندی، براشون یکسان و ایمان نمیارن، برای اینه که خود الله روی قلبهاشون و گوش و چشم اینها رو به اصطلاح پرده روشون پوشونده که آقا هر کاری دلشون میخواد، هر کاری شما بکنی، اینا ایمان نمیارن. چرا؟ چرا آدم ها ایمان نمیارن؟ ما فهمیدیم از اینجا. ای گفتین چرا؟ برای اینکه ختم الله علی قلوبهم، الله خودش روی قلب اینها مهر کوبیده، و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، و لهم عذاب عظیم، و براشون هم شکنجه بزرگ هست. یعنی خود این هیولا، خود این یاوگو آمده روی قلب این آدم رو، این آدم رو مجرم کرده، جنایتکار کرده، بد کرده، بعدم خودش میشینه شکنجهش میده. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. این الله روی قلب و روی گوش و روی چشم اینها پرده کشیده و براشون هم شکنجه بزرگ هست. لهم، برایشان عذاب، شکنجه، عظیم یعنی بزرگ، عظیم یعنی خیلی دیگه بزرگ. درست توجه کردین؟ میگه من خودم، آقا جون، آی که من دارم خطابت میکنم، تو چه اینها رو اندرز بترسونی؟ این آقایون ناباورها رو، سواء علیهم، براشون یکسانه. انذرتهم، چه اختار کنی بهشون، چه بیمشون بدی، بترسونشون، املم تنظرهم، یا اینکه ندی. لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن. چرا حالا؟ برای اینکه میگه خودم این کارو کردم. خب تقصیر اون بدبخت چی آقا؟ ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوتون و لهم عذاب عظیم. این الله روی قلب اینها مهر زده و گوش و چشم اینها رو هم پرده کشیده و براشون شکنجه بزرگ هست. از این بهتر چی میخواد دیگه آدم؟ یارو میگه تو اینا رو هرچی پند بدی بترسونی، بری قدشون، اینا ایمان نمیارن، زیرا که من خودم اینا رو، قلبشون رو مهر زدم، چش و گوششون هم پرده کشیدم که ایمان نیارن، خودم هم شکنجهشون میدم. این منطق اللهه.